دوستان سلام امیدوارم که حالتون عالی باشه نوبتی هم باشه نوبت گوشش پرطرفدار لندن مرسی از همه کسایی که برام کامنت گذاشتن و ازم خواستن که ویدوی آموزشی گوشش لندن رو بسازم برای کسایی که نمیدونن گشایش لندن یا سیستم لندن یکی از پرطرفدارترین گوشش ها در تمام سطوح شطرنج هم بازیکنهای مبتدی متوسط پیشرفته و حتی بازیکنهای تاپ لول جهانی هم این سیستم لندن رو تو بازیاشون استفاده میکنن بازیکنانی مثل مگنس کارسن، علی رزا فیروزی لوان و رونیان و خیلی دیگه از بازیکنان تاپ لول جهانی هم لندن رو بازی میکنن. و دلیلی هم که تو سطح مبتدی خیلی پرطرف داره اینی که آرایشی که به سوارها میدیم به مهرا میدیم تو خیلی از شاخهای لندن مثل همه که همچین چیزی تو خیلی از گوشهشان نداریم و بعد خیلی شاخهای مختلف و حفظ باشیم ولی تو گوشش لندن میبینیم که تو خیلی از شاخهها مخصوصا شاخهای اصلی آرایشی که به مهرامو میدیم خیلی یکسانه و دلیل بعدی هم اینه که ایده های مهمی که داخل گوشش لندن وجود داره و استراتژی های مهمی که سفید میتونه به کار بگیره راحت و قابل فهمن برای همین خیلی از بازیکن های مبتدی گوشش لندن رو به عنوان گوشش اصلیشون انتخاب میکنن ولی یه نکته هم که اینجا وجود داره اینه که همونطور که گفتم بازیکنان تاپ لول جهانی هم گوشش لندن رو بازی میکنن پس شاید این چیدمان ساده مهره و استراتژی های ساده همیشه هم اینجور نباشه و گوشش لندن میتونه هم داشته باشه و بعضی بازیکنان واقعا شاخهای مختلفش رو بلدن و بهترین حرکات رو بلدن و اونقدر هم شاید ساده نباشه و عمق داشته باشه که بعضی بازیکنان بخوان این گوشش رو کار کنن و به درک بالاتری از این گوشش برسن تا بتونن حریفاشون رو شکست بدن کاری که قطعا مگنس کارسن داخل این گوشش انجام داده و اگه ما بخوایم تو یه ویدیو تمام شاخه‌ها رو یاد بگیریم تو گوشش لندن شاید ساعت ویدیو نیاز باشه تو امروز میخوایم با ایده های کلی استراتژی های مهم و یه سری شاخه های پرتکرار گوشش لندن آشنا بشیم که سیاه میتونه جلوی ما بازی کنه از جمله شاخه های اصلی و شاخه که سفید رو خیلی به چالش میکشن و نمیخوایم دیگه همه شاخه ها رو کار کنیم و حفظ باشیم فقط شاخه های مهم و شما دیگه باید برین تمرین کنین بازی نگاه کنین و یا از منابع دیگه سعی کن اطلاعاتتون رو بالاتر ببرید البته هر سوالی هم داشتید میتونید تو قسمت کامنت ها ازم بپرسین و یا حتی تو تلگرام و واتساپ هم به من پیام بدین تا جایی که بتونم خوشحال میشم بهتون کمک کنم خب وقتش بریم سراغ صفحه شطرنج و گوشش لندن خب بچه اگه ما بخوایم گوشش لندن رو بازی کنیم باید با حرکت دی چهار شروع کنیم و اینجا سیاه حرکات مختلفی داره ولی دو تا حرکت اصلی برای سیا حرکت اسپ 6 و حرکت دی 5 که شاید بتونم بهتون بگم که 90 درصد مواقع این دو تا حرکت به هم تبدیل میشه یعنی سیا ممکنه با حرکت اسپ 6 شروع کنه و بعدا حرکت دی 5 رو انجام بده و یا حرکت D5 رو تو حرکت اول انجام بده و بعدا اسبش خونه F6 بذاره چون بهترین خونه برای قرار دادن اسبم هم همین F6ه و ما مقابل هر دوتای این حرکات فرض کنیم اینجا سی حرکت دی 5 رو کنه حرکت فیل اف 4 رو انجام میدیم و به حریفمون نشون میدیم که میخوایم گوشش لندن رو بازی کنیم خب فرض میکنیم سی اینجا حرکت اسپ اف 6 رو انجام میده ما حرکت ای 3 رو انجام میدیم و بعد از حرکت سی 5 که بچا چالشی ترین شاخه ها برای سفیدم همینه که سیاه حرکت 35 پنج رو انجام بده بعدا شاید بتونه وزیر بیشیش کنه و اگه این حرکت 35 رو انجام نده واقعا جلوی بازی خودش رو گرفته و بازی خیلی راحتی به سفید میده که تو ادامه هم راجبش صحبت میکنه پس این حرکت 35 پنج نسبتا حرکت مهمی برای سیاهه و ما تقریبا همیشه هر وقت این حرکت 35 رو میبینیم بلا فاصله و به طور اتوماتیک حرکت سی رو انجام میدیم و همونطور که بینیم یه دونه هرم رو اینجا ما تشکیل دادیم با فیلمون هم داخل خونه F4 که یه جورایی نشون میده که گشایش لندن رو داریم بازی میکنیم و این ساختار پیاده و این ساختار هرمی مخصوص گشایش لندنه حالی یه شاخه به طور نمونه میبینیم تا نکات مهمی رو درباره این گشش بهتون نشون بدم فرض میکنیم سیاه اینجا حرکت اسب c 6 رو انجام داده ما اسب D2 میکنیم بعد از e 6 اسبمون خونه f 3 میزنیم و بعد از فیل e 7 فیلمون رو خونه دیسه میذاریم که بچه این آرایشی که میبینین آرایش معمول داخل گوشهش لندنه از خونه دیدو از خونه افسه و فیلم خونه دیسه که یکم بزنین راجی به این فیل داخل خونه دیسه هم صحبت کنیم اگه دقت کنین میبینین که بیشتر پیاده ما مخصوصا پیاده مرکزیمون داخل سیاه سیاهن و این قدرت فیل سفید رومون رو خیلی افزایش میده به خاطر اینکه این, که این اصلا فیلمون رو محدود نکردن و اگه فرض کنی شاه سیام قلعه بره قدرت این فیلمون بیشتر هم میشه و هیچ وقتا مشکلی با حرکت سی چار سیاه نداریم و خیلی راحت فیلمون رو برمیگردونیم خونه سی دو و این قدرت حرکت ای چار رو هم افزایش میده که یکی از استراتژی مهم داخل گوشهش لندنه پس یه استراتژی مهم درباره گوشش لندن رو یاد گرفتیم و اونم حرکت ای چهار سفیده بچه سفید روی دو تا خونه خیلی مهم کنترل زیادی داره یکی خونه ای پنجه که توسط این فیل و این اسب داره کنترل میشه و یه دونه هم این خونه ای, ای چهاره که توسط این اسب و فیل داره کنترل میشه و این دو خونه به خوبی تحت کنترل سفیدن کنترلی که روی خونه ای 5 داریم از سیاه جلوگیری میکنه که حرکت ای پنج رو انجام بده و از اون طرف کنترلی که خودمون روی خونه ای چهار داریم حمایت میکنه از پیاده خودمون که حرکت ای چهار رو انجام بدیم و تا موقعی که روی این دو تا خونه کنترل خوبی داریم سفید برتری جزئیش رو داره و این رو هم میتونم بگم که تقریبا هیچ وقت هیچ وقت به سیا اجازه نمیدیم که حرکت ای 5 رو انجام بده اگه این اجازه رو دادین احتمالا گوشش رو بد بازی کردین و واقعا هم اجرای حرکت ای 5 برای سیا سخته چون خیلی کنترل خوبی داخل این خونه داریم و سیا به نمیتونه حرکت ای 5 رو انجام بده حالا استراتژی های مهمم داخل این گوشش رب مربوط به همین دوتا خونه یکی خونه ایچاره که گفتم حرکت ایچار رو انجام میدیم و به مرکز سیاه حمله میکنیم و سعی میکنیم این ساختار پیادهش رو شکننده کنیم و استراتژی دوم حرکت از ای پنجه که اسبمون رو میکاریم داخل خونه ای 5 و برای سیاه جروعی مزاحمت ایجاد میکنیم مثلا داخل این بازی نمونهش رو هم میبینیم خب اینجا سیاه حرکت غله رو انجام داده ما حرکت اسب ای 5 رو انجام دادیم حالا بچه یه تر میتونه برای سفید حرکت وزیر اف و حرکت وزیر اچ باشه که به پیاده اچ 7 سیا حمله میکنه و هر وقت هم که سیا اسب ما رو بزنه با پیاده پس میگیریم که اسب سیا ها مجبور کنیم جابجا جا بشه که یکی از مهرای مدافعی خیلی مهم برای سیاه حالا بعد از حرکت اسب دی 7 میتونیم حرکت وزیر اچ 5 رو انجام بدیم به پیاده حمله کنیم شاید حتی اگر عرفتون خیلی مبتدی باشه این مات رو حواسش نباشه و سیاه و خیلی بتونی راحت مات کنید حالا اگه مثلا حرکتی مثل F5 گرد متوجه مات شد و خواست دفاع کنه میتونین به حملتون ادامه بدین قل کوچیک حرکت خوبیه ولی حتی حرکتی مثل G4 هم وجود داره که به حمله ادامه میده حالا اگه بچه پیاده رو بزنه خیلی راحت مات میشه داخل دو حرکت مات وزیر در چفت و با فیل خیلی راحت شاه سیام مات میشه پس این ایده حمله ای وجود دارن حالا مثلا مجبور جیشیش کنه وزیر اچیش و همچنان این حمله من رو ادامه میدیم شاید بخوایم بزنیم پیاده رو 4 ای اچ کنیم ستون جی باز بشه که وضع سیا خیلی بد میشه پس این شد یه استراتژی حمله خیلی مهم برای سفید که سفید اومد اسبش رو کاش داخل خونه ای 5 و وزیرش رو داخل بازی و سعی کرد به شا سیا حمله کنه این یه استراتژی مهم و دومی اون حرکت ای 4 که تو این وضعیت حرکت اسب ای 5 حرکت بهتری حالا بریم سراغ وضعیت های دیگه همونطور که بهتون گفتم سیا این حرکت چالش سی 5 رو باید انجام بده الان میخوام بهتون نشون بدم که اگر حرکت سی 5 رو انجام نده سفید واقعا هیچ مشکلی نداره خب بعد از حرکت دی 4 سیاه میتونه دی 5 کنه فیل اف 4 اسب اف 6 ای 3 و سیا اینجا اومده اسبش خونه سی 6 گذاشته و دیگه سیاه بچه آپشنه یا انتخاب حرکت سی پنج رو نداره و خیلی جلوی بازی سیاه رو میگیره و سیاه حرکتی مثل وزیر بیشیش رو هم نداره که تو شاخه اصلی سیاه همین حرکت وزیر بیشیش رو انجام میده حالا اینجا خیلی راحت ما همون چیدمان اصلی رو به مهرامو میدیم فعلا فیلدی سد نمیتونیم بکنیم چون اسبی چهار داره ولی اول سی سر رو انجام میدیم و این هرممون رو میسازیم و حتی اگه حرکتی مثل فیل اف پنج رو هم انجام بده مشکلی نداریم فیل میکنیم فیلا تعویز میشن و بازم این اسب سیا داخل خونه درستی نیست و خونه سی شش خونه مناسبی نیست اگه این پیاده این سمت بود این وضعیت برای سیا وضعیت خوبی بود ولی اینجا خوب نیست و خیلی راحت در ادامه مهرامون رو گسترش میده. این اسب به خونه دی میذاریم. این از خونه اف 3 اگه دوست داشته باشیم با ای و سی 4 میتونیم مرکز سیا حمله کنیم. و سیاه خیلی کار خاصی از دستش بر نمیاد و باید منتظر بمونه تا ما طرهامون رو اجرا کنیم و سعیش رو بکنه که بازی رو ساده کنه که به وضعیت متعادلی برسه خب حالا بریم سراغ شاخهای اصلی که سیاه میتونه بازی کنه با همون C5 و وزیر بیشیشی که بهتون گفتم ما دی می میکنیم سیاه دی 5 میکنه بعد از حرکت فیل F4 حرکت اسب F6 رو انجام میده ای میکنیم C5 و C3 به طور اتوماتیک هر وقت C5 رو میبینیم حرکت C3 رو انجام میدیم حالا سیاه اسبش رو گسترش میده خونه C6 و ما حرکت اسب D2 رو داخل این وضعیت انجام میدیم سیاه حرکت وزیر B6 رو میکنه و بچه داره به پیاده B2 ما حمله میکنه حواستون باشه پیاده B2 زیر ضربه و همین طوری اتوماتیک به حرکات عادیتون ادامه ندین تک تک حرکات اهمیت داره و ما تو این وضعیت وقتی سیاه حرکت وزیر بیشیش رو انجام میده حرکت وزیر بیسه رو انجام میدیم با این هدف که از پیاده بی دومون دفاع کنیم خیلی از مواقع میبینیم که سیاه حرکت سی چار رو انجام میده و ما حالا حرکت وزیر سی دو رو انجام میدیم یعنی ما وزیر بیسه کردیم که سیاه رو مجبور کنیم سی چار کنه و حالا وزیر رو برمیگردونیم خونه سی دو بچه حرکت وزیر بیسه هیچ وقت با این هدف نبوده که وزیر سیاه رو بزنیم چون زدنش هیچ وقت خوب نیست و اتفاقا ما دوست داریم که سیا وزیر ما رو بزنه چون موقع با پیاده ای پس میگیریم و ستون رو هم باز میکن و هر وقت هم سیا این پیاده دی 4 رو زد با پیاده ای پس میگیریم چون دیگه با پیاده سی پس بگیریم این دوتا پیاده خیلی مسخره میشن اونجا همیشه با پیاده ای پس میگیریم و این ساختار پیاده برای سفید ساختار پیاده خوبیه ستون باز آ رو داریم و وضع سفید وضع خوبیه پس ما هیچ مشکلی نداریم اگه سیا بخواد وزیر ما رو بزنه و اگه بعد از حرکت 34 ما وزیر سیاه بزنیم این دفعه برای سیاه خوب میشه چون با پیاده آ پس میگیره ستون آش باز میشه و این حرکت b 5 بی هم خیلی برای سفید مزاحمت ایجاد میکنه و بازی خوبی به سیاه میده از طرفی هم فرض کنید سیاه فیلش رو بذاره خونه F5 این دفعه این فیلش هم خیلی قوی میشه و برای ما مزاحمت ایجاد میکنه چون ما دیگه فرصت نمیکنیم فیل خونه دیسه بذاریم که اصلا نمیتونیم هم انجام چون سیاه یه پیاده داخل خونه سی داره پس یادتون باشه تو اکثر ها ما نمیخوایم وزیر رو بزنیم و سیاه هم نباید وزیر ما رو بزنه چون خیلی به نفش نیست بعد از حرکت سی چاری که تو این وضعیت سیاه انجام میده وزیر رو برمیگردونیم خونه سی دو حالا حرکت ای چار که استراتژی مهم سفیده اثر بیشتری پیدا میکنه چون سیاه پیادهش رو خونده خونه سی چار و اگه فرض کنین این پیاده رو بزنه پیاده سی هم ضعیف ممکنه زیر ضرب قرار بگیره و حالا یه نکته مهم چرا ما اول اسب خونه دیدو رو گسترش دادیم اول اسب گذاشتیم خونه دیدو و حرکت اسب افسه رو انجام ندادیم بچه حرکت اسب افسه یه جورایی میشه گفت مشکله و حرکت اشتباهیه اگه سیا اینجا حرکت وزیر بی6 رو انجام بده ما وزیر بیسه کنیم سیا حرکت سی چار رو انجام بده ما همونطور گفتم نمیخوایم وزیر رو بزنیم وزیر رو برگردونیم خونه سی 2 سیا یه حرکت خیلی باحاله فیلف پنج رو داره که به وزیر حمله میکنه اگه بچه بخوایم فیلو بزنیم یه جورایی اصلا تله حساب میشه چون پیاده بی رو میزنه و بعد از اون رخمون رو هم داره میزنه و این شاخه برای سفید اصلا خوب نیست حتی سیاه شاید بتونه ایشیش کنه که وزیر رو مجبور کنه بره خونه اتسای جایی و بعد رخ رو بزنه پس این شاخه اصلا خوب نیست ولی حرکت اسب دیدو دقیقا از این شاخه جلوگیری میکنه اسب دیدو وزیر بیشش وزیر بیش سی چار وزیر سی دو حالا فیل اف پنج اگه بکنه بچه خیلی راحت این فیل رو میزنیم دیگه مشکلی اینجا نداریم چون مثلا میتونیم وزیر بیه کنیم یه فیل کامل جلو این و این شاخه برای سیاه بازند است پس این هم از شاخه اصلی گشایش لندن که ما اینجا وزیر سیدو میکنیم حالا دو تا بریک پیاده یا حرکت پیاده ای داریم یکیش ای 4 یکیش بی است که به ساختار پیاده سیاه حمله میکنیم و هر دوتاش هم خوبه میتونیم به گسترشتون هم ادامه بدین حرکت ایچ سر رو هم دارین اگه میخواین فیل رو خونه ایچ دو رو براش خالی کنین و وضعیت سفید اینجا وضعیت کاملا قابل بازیه اگه بازم ممکنه واقعا دیگه وارد شاخا بشیم تو بازیاتون پیش نیاد ولی اگه فرض کنیم سیاه ی حرکت دیگه هم بلد باشه تو سطح من خیلی وضعیت پیش میاد و سیا حرکت G6 رو انجام میده دوباره با همون طرف فیل f 5 که همون مزاحمت همیشه گیرو ایجاد کنه و اینجا کافیه که شما حرکت ای 4 رو بدونید که دیگه سیا حرکت فیل f 5 رو نداره وضع سیا وضع خیلی خوبی نیست وضع سفید بهتره اگه سیا بخواد پیاده رو بزنه حتی میتونیم پیاده سی 4 رو بزنیم که به وزیر حریفم حمله کنیم پس اگر حریفتون جی شیش کرد که حالا ممکنه واقعا دیگه کم پیش بیاد دیگه خیلی داریم وارد شاه ها میشیم حرکت ای 4 حرکت خیلی خوبیه که تو بازی من زیاد پیش اومده خب حالا بریم سراغ شاخهایی که خیلی هم از من سوال میپرسن اگه سیاه فیلش رو خیلی زود آورد خونه F5 و نتونستیم دیگه فیل دیسه کنیم باید چه جوری بازی کنیم بریم سراغ وضعیت بعدی که سفید دی 4 میکنه دی 5 فیل اف 4 اسب اف 6 ایسه و وسیا خیلی سری میبینیم که فیلش رو میاره خونه ای F5 و دیگه ما این حرکت فیل دیسر رو نداریم و زیاد جالب نیست چون خیلی راحت سیاه فیل بعدش رو با فیل خیلی قوی ما تعویض میکنه بچه هر وقت سیا این فیلش رو خیلی زود بیرون آورد دیگه بیخیال چیدمان اصلی مهرای لندن میشیم و میریم سراغ ساختاره شبیه گامبی وزیر و تو این وضعیت حرکت سی 4 رو انجام میدیم جون بچا میخوایم وضعی بیسه کنیم و به پیاده B7 سیاه حمله کنیم. بچا سیاه فیلو زود بیرون آورد، پس پیاده B7ش ضعیف شده. و حرکت C4 اینجا حرکت خوبی. اگه بخواید سیسه 3 کنین، حریف c کنه، این وضعیت دیگه خیلی مساوی طوره و نمیتونین به حریفتون فشار بیارین. پس باید برین سراغ حرکت C4، وضعی بیسه از اسب سه، تا به پیاده D5 فشار بیاریم و به پیاده B7 که پیاده ضعیفیه. خب حالا فرض کنیم سیا حرکت 6 سی رو انجام داد تا حرکت وضعی بیسر رو با حرکت وضعی بیشیش با بده. ما اینجا وضعی بیسر می کنیم و بعد از اینکه سیا وضعی کرد حالا حرکت 35 رو انجام میدیم. همون حرکتی که سیا بر سر ما آورد تو شاخهای اصلی رو این بار ما سر سیاه میاریم که اینجا وضع سفید خیلی خیلی خوبه به خاطر اینکه سیاه نمیتونه وزیر سی هفت کنه چون با فیل میزنیمش و اینجا مجبوره که وزیر ما رو بزنه و با پیاده ای پس میگیریم و دوباره بچه این حرکت آ 4 آ 5 خیلی خوبه میتونین اچ 3 کنین که فیلتون خونه داشته باشه اس ب 3 اس ب 3 و وضعیت سفید خیلی, خیلی خیلی خوبه همین الان هم شاید زدن اسب و زدن پیاده رو داشته باشیم البته باید حواستون باشه که اسبمون زیر ضرب نباشه و وضع سفید اینجا وضعیت خوبیه و یه نکته هم که تو این بازی b 4 b 5 وجود داره فرض کنیم حالا اینجا چند تا حرکت بریم جلوتر فرض کنیم سیاه اسب دی 7 کرده ما b 4 میکنیم سیا ای 6 میکنه مثلا از پسیسه می کنیم و سیاه بچه با حرکت آشیش به هیچ عنوان فعلا جلوی حرکت B5 رو نگرفته به خاطر اینکه ما همینجا میتونیم حرکت B5 رو انجام بدیم شاید بهتر باشه اول از کنیم فیل E7 و حالا حرکت B5 رو میتونیم انجام بدیم و دقت کنیم که پیاده A آچمزه و رخ زیر ضربه و سیاه نمیتونه با پیاده A بزنه قبل از از f هم احتمال حرکت B5 حرکت خوبیه حالا هم از خوبه هم حرکت بی 5 خوبه و اگه سیاه فیل ای هفت کنه حالا بی 5 خیلی خوبه و سیا نمیتونه با پیاده آ پس بگیره فرض کنید با این پیاده بزنه حالا با فیل میتونیم پس بگیریم و این پیاده آچمزه سیاه فیلش رو ببخشی روخش رو, رو جابجا کنه حالا فیلمون رو هم برمیگردونیم بیچار انجام میدیم و سفید کنترل خیلی خوبی داخل این وضعیت داره پس یه بار مرور کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد سیا فیلش رو زود اوورد بیرون F5 حالا ما دیگه میریم سراغ ترهای گامبی وزیر تور حرکت C4 رو انجام میدیم میخوایم وزیر b کنیم شاید هم وزیر B3 بکنیم مثلا سیا ام 6 گر از پی کنیم ای گر همچنان وزیر بیسه وجود داره رخ C یک وجود داره رخمون دقیقا خونه مناسب برای رخمون ستون C که پتانسیل باز شدن داخل این ستون وجود داره پس اینم مدلیه که میتونین مقابل حرکت فیل اف 5 زودنگام سیاه انجام بدیم حالا بریم سراغ یه موضوع مهم دیگه خب ما اینجا حرکت دی 4 رو انجام دادیم اینجا میخوایم درباره حرکت زودنگام این دفعه اون یکی فیل سیاه صحبت کنیم دی 4 دی 5 فیل اف 4 اسب f 6 ای اس ای 6 اسب دی 2 معمولاً با حرکت اسب دی 2 شروع می‌کنیم و سیاه حرکت فیل دی 6 رو انجام میده و حالا ما باید یه تصمیم تو این وضعیت بگیریم میخوایم فیل رو بزنیم میخوایم فیل جیسه کنیم یا میخوایم دست به فیل نزنیم بدترین حرکتی که میتونید تو این وضعیت انجام بدین اینه که فیل خونه دیشیش رو بزنید که بازی سیاه رو خیلی خیلی آسون میکنید سیاه چه با وزیر بزنه چه با سرباز بزنه وزش خوبه مثلا با سرباز بزنه دیگه اون کنترلی که داشتم بهتون میگفتم درباره خونه ای 5 و ای چار کلن همش از دست رفت حالا سیا کنترل خوبی روی خونه ای 5 داره اگه دلش بخواد میتونه پیادش رو هم برونه و اینجا سفید دیگه برتری نداره و اگرم با وزیر بزنه این دفعه سیاه که کنترل خوبی رو خونه ای 5 داره و دیگه ما فیل سیاه رامون رو, رو نداریم که خونه ای 5 رو کنترل کنه و خیلی راحت سیاه حرکت ای 5 رو انجام میده و همونطور که گفتم ما نمیخوایم به سیاه این اجازه رو بدیم پس ما هیچ این فیل خونه دیشیش رو نمیزنیم و حرکتی که پیشنهاد میکنم انجام بدین حرکت فیل جی سی. است. حالا اگه سیاه بخواد فیل ما رو بزنه با پیاده اچ پس میگیریم و ستون اچ رو باز میکنیم که فرصت های حمله خیلی خوبی به ما میده فرض کنید سیا از ب کنه یا حرکت C5 رو انجام بده که حرکت بهتریه حالا از سی 36 فیل دیسه و اگه سیا بخواد قله کوچیک بره که اصلا شاید ما فعلا قلم نریم چون فرصت های حمله خیلی خوبی داریم شاید تو همین وضعیت حرکت G4 وجود داشته باشه با طرح G5 و یا تو بهتر از اون فکر کنم تو این وضعیت حالا تاکتیک فیل در چفتم وجود داشته باشه چون اگه سیا بخواد فیل ما رو بزنه حالا وزیر H5 امسیا وزش خیلی خراب میشه و حداقل یه پیاده از دست میده با حمله خیلی خوب برای سفید بچه سیا نمیتونه اسبش رو جابجا کنه یا از اسبش دفاع کنه اگه اسبش رو جابجا کنه با وزیر اچ خیلی راحت مات میشه تنها حرکتی که میتونه انجام بده یکی روخی هشت یکی هم اف که بتونه یه خونه حداقل برای شاش خالی کنه که بتونه با شاش فرار کنه که سفید وضعیت خوبی داره پس این رو میخواستم بهتون نشون بدم که فرصت های حمله خوب این ستون باز اچ به ما میده و اگرم سفید در واقع سیا فیل ما رو نزنه و فیل خونه جیسر رو نزنه که با پیاده اچ پس بگیریم همون طرح اصلیمون رو انجام میدیم. فرض کنه اینجا سیا قله کوچیک بره ما از میکنیم حرکت بعدی هم داریم فیل دی میکنیم باز بهترین حرکت برای سیا اینه که این حرکت سی رو انجام بده سی می میکنیم از و دقیقا وارد همون شاخهای اصلی میشیم حالا اینجا ترهای همون طرح اصلی مثل وضعی ای 5 وجود داره و تری مثل حرکت ای 4 هم بچه وجود داره مثلا حرکت اصلی که سیا اینجا انجام میده حرکت بی 6 از اونجایی که این فیلش خیلی آینده خوبی داخل این قطر نداره همه بازیکن‌های سیاه تصمیم می‌گیرن که حرکت فیل بی هفت رو انجام بدن و فیلشون رو تو اون قطر گسترش بدن که در آینده میتونه کنترل رو, رو روی خونه ای 4 افزایش بده حالا شما همینجا میتونید حرکت ای 4 رو انجام بدین موقع خوبیه ولی من میتونم بهتون پیشنهاد بدم که وضع ای دو کنیم کنین و بازم حرکت ای 4 رو آماده کنیم همونطور که گفتم بچه این پرتکرار ترین شاخه تو گوشش لندن که توسط اساتید هم خیلی بازی شده حالا سیا فیل بی هفت میکنه ما رخ دیه کم میکنیم رخمون رو تو ستون وزیر قرار میدیم الان یه دو, دو سه هزار تا مهره سر راه ولی خب احتمال باز شدن این ستون خیلی بالاست چون تنش مرکز خیلی شایده و حرکت بعدی داریم حرکت ای 4 رو انجام میدیم مثلا فرض کنید سیا رخ کنه حالا ای 4 حرکت خوبیه با تهدید حرکت ای 5 حالا اینجا سیا انتخابای مختلفی داره که خیلی هاشون هم خوب نیستن اگه سیا بخواد رو بزنه ما با, با کمال میل با پیاده اچ ای پس میگیریم همینجا حرکت ای 5 تهدیده چون قطر فیلو باز میکنه و به پیاده اچ ای 7 حمله میکنیم و این شاخه برای سفید مشکلی نداره و اگه بخواد پیاده ای چهار رو بزنه بازم حرکت خوبی نیست این تعویضا در نهایت به نفع سفیدن چون سفید آمادگی خیلی بیشتری در مقابل باز شدن مرکز داره و اگه فرض کنین همه این تعویضا انجام بشه این وضعیت به نفع سفید میشه سیا میتونه این پیاده رو هم بزنه ما با اسب پس میگیریم و اگه اسب رو هم بزنه همین الان وضعیت خیلی خطرناکه ستون دی باز شده اگه اسب رو بزنه با رخ پس میگیریم و حالا بچا فیلاش به وضع سیاه اصلا خوب نیست فیل بی هفتم زیر ضرب سیاه باید فیلو بزنه و حالا ما میتونیم اول این فیلو بزنیم به رخ نشستیم و به فیل نشستیم و این وضعیت برای سفید برنده است و سفید وضعیت خیلی خوبی داره خب قبل از اینکه بریم سراغ قسمت آخر این آموزش که دفاع هندی و سبک هندیشاه که سیاه میتونه مقابل لندن بازی کنه که بازم خیلی خیلی مهمه یه مرور کلی داشته باشیم حدس میزنم شاید بعضی یکم گیت شده باشند یه مرور کنیم و بعد بریم سراغ دفاع هندیشایی که سیاه میتونه مقابل لندن بازی کنه خب برگشتیم به چیدمان اولیه مهرا بعد از حرکت d 4 دی5 فیل اف4 f 6 حرکت ایسر رو انجام میدیم همطور که گفتم یه حرکت اصلی برای سه اینه که حرکت C5 رو انجام بده که سفید رو به چالش میتونه بکشه و ما اینجا حرکت C سر رو انجام میدیم و بعد از اس C6 حرکت اسب D2 رو انجام میدیم که از حرکت اسب f تو این وضعیت بهتره حالا C6 میکنه و ما اینجا حرکت اسب f مون رو هم انجام میدیم باز خیلی حرکت اس f رو به تاخیر نمیندازیم و سیا حرکت ایشیش رو انجام کرد که فیل ایشیش کنه سیا تو این وضعیت فیردیشیش میکنه ما فیلمون رو برمیگردونیم خونه جیسه حالا سیا اگه قله کوچیک بره فیردیسه میکنیم اصلی ترین حرکت برای سیا حرکت بیشیشه حرکت دیگه اگه انجام بده مثل رو رخ ای 8 داره بچه از حرکت ای 5 حمایت میکنه و حرکت بعدی داره ای 5 میکنه و همونطور گفتم ما هیچ وقت اجازه نمیدیم سیا ای 5 کنه و اینجا حرکت اسب ای 5 حرکت خوبیه و همون طرای حمله ایمون رو داریم میتونیم حتی اف 4 هم بکنیم و اسبمون رو حسابی مستحکم کنیم اونجا و قربانیای فیل چفت وزیر h 5 هم تو این وضعیت وجود داره و اما حرکت اصلی برای سیا اینه که حرکت B6 رو انجام بده اینجا میتونین از پی 5 کنین میتونین E4 کنین همونطور که بهتون توضیح دادم وزی ای 2 هم حرکت خوبیه بعد از فیل E7 رخ D1 هم میکنیم حالا داریم حرکت ای 4 رو انجام میدیم گفتم مثلا سیاه حرکت رخ کنه ای چار حرکت خوبیه حالا زدن این پیاده برای سیاه خوب نیست شد باز شدن این وضعیت به نفع سفید خواهد بود خب حالا بریم سراغ مدلایی که سیاه میتونه مقابل لندن بازی کنه بچه سفید حرکت D4 رو انجام داده و سیاه اسب 6 کرده ما فیل F4 میکنیم و حالا بیاین فرض کنیم سیاه حرکت D5 رو انجام نداده دو تا حرکت خیلی مهم داره یکی حرکت g که سیاه میتونه بازی کنه که مدل های هندی شاهه و یکم حرکت C5 که راجب این حرکت C5 خیلی نمیخوام صحبت کنم خودتون واقعیتش یه فکری بر برای این حرکت بکنین کمتر بازی میشه ولی خب باز وضعیت ها پیچیدن و تو سطح بالا هم بازی میشن حرکت سی سه هست ای سه هست همون چیدمان اصلی رو میتونیم به مهره بدیم میتونین حتی پیاده رو بزنیم میتونیم پیاده رو برونین و سیاه فضا بگیریم شاید وارد مدل های بنونی بشیم ولی میخوام حرکت جیشیش رو بگم که خیلی پرتکرار تره و حسابی ممکنه تو بازیاتون پیش بیاد بچه مقابل این حرکت جیشیش هم کلا بیخیال مدل اصلی گوشش لندن میشیم و تغییر سبک میدیم و استراتژیمون رو عوض میکنیم استراتژی اصلی سفید تو این وضعیت حرکت وزیر دی دوه حرکت وزیر اچیش تعویز این فیلا و حرکت اچار اچ پنج و حمله به شاه سیاهه و تو این حرکت حرکتی که بهتون پیشنهاد میدم انجام بدین حرکت اسب است با حرکت اسپسیس شروع شروع میکنیم بعد از حرکت g 6 و اگه سیا به ما اجازه داد اون یکی پیادهمون رو هم تو مرکز قرار میدیم مثلا بعد از حرکت فیل جی هفت حرکت ای 4 رو هم انجام میدیم سیا ممکنه دیشیش کنه که ما ای 5 نکنیم حالا وزیر دی دو اگه سیاه قله کوچیک رفت ما از اون ور قله بزرگ میریم و استراتژی همونطور گفتم فیل اچ 6 و روندن این پیاده است میتونیم با یه اف وضعیت وضعیتمون رو مستحکم کنیم و حسابی من تو این شاخه بازی بردم و شاخه خوبیه و میتونیم به حریفمون حمله کنیم یه مقایم است که سیا به ما اجازه نمیده این حرکت ای 4 رو انجام بدیم و به جای مثلا حرکت فیل جی 7 خودش حرکت d 5 رو انجام میده که اینجا دوباره میریم سراغ همون استراتژی اصلی وزیر D2 قلب بزرگ فیل 6 و ای 4 5 مثلا فرض کنید سیاه فیل جی هفگر حالا فیل چیش میکنیم اگه بخواد فیلمون رو بزنه خب وزیرمون جای خوبیه و داره از سیاه جلوگیری میکنه که قله کوچیک بره و میتونیم مهرامونم خیلی راحت گسترش بدیم و مشکلی سفید نداره و دیگه خودتون بعد این وضعیت ها رو بیشتر بشناسین و با استراتژیاش آشنا باشین و اگرم قله کوچیک بره حالا شاید اچارش 5 حرکت خوبی باشه و شاید هم بتونیم اول فیلو بزنیم و بعد اچارش 5 کنیم و سعی کنیم جناه شای سیاه رو باز کنیم اگه اچ 5 کرد طراحی مثل اف سی جی 4 هم وجود داره و با طوفان پیاده ای به جناه شای سیاه حمله کنیم پس این هم از مدل هندی شا و حرکتی که پیشنهاد میدم انجام بدیم مقابل حرکت جی 6 حرکت اس پی 3 که میخوایم ای 4 کنیم اگه سیاه اجازه بده وزیر دیدو و قله بزرگ خب اینم از گوشش لندن ویدیو آموزش گوشش لندن به پایان رسید ولی این رو میخوام بهتون بگم که ویدیوهای دیگه هم میسازم و از طلای خیلی خفنی که داخل گوشش لندن وجود داره هم ویدیو میذارم تو این ویدیو خیلی اون طلا رو نگفتم به خاطر اینکه هم جنبه آموزشی ندارن و هم زیاد پیش نمیان وضعیت که ما اینجا بررسی کردیم خیلی خیلی پرتکرارن و ضرورین برای اینکه شما بخواید گوشش لندن رو بازی کنید خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردین هر سوال یا نظری دارین تو کامنت ها برام بنویسین من همه رو جواب میدم و اگه حس میکنین که ویدیو براتون مفید بوده لطفا ویدیو رو لایک کنین و اگه به شطرنج علاقه مندین و تا حالا کانال من رو سابسکرایب نکردین این کار رو میتونین انجام بدین تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین خیلی ممنون که تا پایان ویدیو با من همراه بودین